کرج یک فایل صوتی برای ما فرستادن. این فایل رو با هم گوش کنیم درباره موضوع این برنامه است و بعد برمیگردیم. این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که بهایان رو از حضور در دانشگاه محروم کرده و هر اداره‌ای که میریم این سند رو جلوی ما میذارن و میگن که طبق این شورای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی سال 69 بهایی‌ها محروم هستن از ورود به دانشگاه‌ها و اگر حتی شورات بشن شناخته بشن باید اخراج بشن، این در تناقض هست با اصل 19 قانون اساسی و اصل 23 قانون اساسی کشور. در اصل 23 قانون اساسی کشور به صراحت اشاره شده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. کلمه هیچ کس رو در اصل 23 به کار برده شده. آیا بهایی‌ها ایرانی هستن؟ بهایی‌ها جزء اون هیچ کس نیستن؟ خیلی از ارگان‌ها، چه دانشگاه، چه اماکن، افرادی که بهایی‌ها که میرن برای گرفتن جواز کسب ستون مذهب، با گزینه ستون مذهب مواجه میشن. خب گماردن ستون مذهب بر اساس قانونی که باز اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوع است، خب اگر ممنوع است پس این گزینه ستون مذهب به چه کار آید؟ یعنی میبینیم که باز اینجا این گزینه ستون مذهب میاد قانون اساسی رو نقض میکنه. بله، این کاربر که از طریق تلگرام برای ما نظرش رو ارسال کرد اشاره کرد به بحث قانونی این مسئله با بر اساس اون چه که در ایران وجود داره. اما جدا از بحث حق تحصیل و محرومیت اون برای بهائیان، ما در طی یک دو سال گذشته به خصوص شاهد پلم شدن مغازه‌های بسیاری در برخی از شهرهای ایران بودیم که مثلا در بحثی که در مازندران به عنوان مثال رخ داد، اینکه بسیاری از کسبه غیر بهائی هم نامه امضا کردن به فرماندار و خواستار بازگشایی مجدد این مغازه‌ها شده بودند و از طرف در بیانیه‌شون و نامه‌شون اشاره کردن که این چهره اسلام و شعارهای اسلامی رو تا حدودی خراب می‌کنه. و حالا در ادامه برنامه اشاره می‌کنم به برخی از مشکلاتی که حتی برای کسبه‌ای که با توجه به محدودیت‌های شغل‌های دولتی براشون وجود داره، در صورتی که کار آزاد هم انجام میدن محرومیت‌های بسیار دارن. به ارومیه بریم. آقای رامین از طریق تلفن همراه ماست. آقای رامین سلام، بفرمایید. سلام، درود بر شما و همه ایرانیان عزیز از هر دین و مذهبی. ممنون. جناب آقای سیگارچی، من میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم که طبق فرمایشات قرآن کریم مسلمان ها اعتقاد دارن که حضرت محمد صلی الله خاتم الانبیا است و به همین جهت هر کسی ادعای دین جدید بکنه بدعت و منسوخه. بسیار عالی، این مسئله مهمی هستش. اما اگر ما بخوایم از لحاظ انسانی این قضیه رو آنالیز کنیم، مسئله کمی پیچیده میشه. در همین قرآن کریم که ما بهش اعتقاد داریم اومده کرامت انسانی از هر نژاد و قومی بایستی حفظ بشه، چرا که همه مخلوق خداوند هستن و خدا هم اینا رو خلق کرده. چطور میشه ما از دور افتاده ترین مردم جهان حمایت میکنیم ولی از هموطنهای خودمون که با به